دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید امروز درس چهاردهم از کتاب Collocations in Use رو با هم کار میکنیم کلی عبارت مفید و کاربردی یاد میگیریم و با کاربرد کلماتی که بلد هستیم آشنا میشیم موضوع درس امروز سفره خب ببینید بچه یه سری از اعضای کانال سوال کردن که چطور از محتوای این ویدیوها و در واقع کتاب کالکیشنز این یوز استفاده بکنید قبلا اینو من توی یه ویدیو دیگه توضیح دادم ولی الان برای اینکه ممکنه اون ویدیو رو ندیده باشید یه بار دیگه خیلی خلاصه تکرارش میکنم بهترین راه یادگیری کلمات و عبارات و اصطلاحات اینه که شما تکرار بکنید تکرار تمرین مرور البته اینجور نیست که شما الان این عباراتی که امروز با هم کار میکنیم رو فردا بتونید توی گفتار روزمرتون استفاده بکنید اینا زمان میبره تا به بخشی از واژگان فعال شما تبدیل بشه ولی این نباید مانع این بشه که شما درس های بعدی رو بخونید یعنی اینکه شما منتظر بمونید که حالا این کلمات رو من یاد بگیرم برم درس بعد این یه روش غلطه شما باید خودتون رو در معرض کلمات عبارات و ساختارهای خیلی زیادی قرار بدید خیلی هاشو یادتون میره ولی تهنشین اینا باز خودش خیلی قابل توجهه و البته اونایی هم که فراموش شده اینطور نیست که برای همیشه از یادتون رفته باشه اونا ته ذهنتون میمونه و شما رو برای یادگیری بعدی در برخورد بعدیتون با اون عبارت و اصطلاح آماده میکنه بریم سراغ درس امروز خب بچه در درس امروز ما با یه سری عبارت در ارتباط با سه کلمه آشنا میشیم travel journey trip اما فرق travel جرنی و تریپ چیه این رو لازمه که من یه توضیح بدم توضیحش توی این کتاب نیست من از یه کتاب دیگه استفاده کردم برای بیان توضیحش کتاب Practical English Usage که اگه خواستید یه کتابی داشته باشید که در واقع نکات کاربردی زبان انگلیسی رو بهتون بگه اگه سطح متوسط به بالا هستید این کتاب میتونه بسیار براتون مفید باشه توی اون کتاب بچه گفته شده که travel یه کلمه عمومی برای مسافرت کردن و سفر رفتنه و معمولا هم غیر قابل شمارشه یعنی شما مثلا میگی my interests are music and travel البته حالت جمعش هم بعض وقتا استفاده میشه مثلا میگی he wrote a very interesting book about his travels He wrote a very interesting book about his travels. یعنی درباره سفرهاش یه کتاب نوشت حالا جرنی چیه؟ جرنی بچه ها یک سفره در واقع یه دونه سفر تنهایی و تکی رو ما میگیم جرنی مثلا شما از تهران میخوای بری اصفهان به این میگن جرنی از اصفهان میخوای بری بندرعباس به این میگن جرنی من از لیدز میخوام برم شهر لندن این یه دونه جرنی یعنی یه سفر تکی از یک نقطه به یک نقطه دیگه اینو بهش میگن جرنی یعنی مثلا اگه شما از اسفان رفتی تهران نمیان بهت بگن How was your travel؟ این غلطه میان بهت میگن How was your journey؟ How was your journey؟ یعنی سفرت از تهران تا اسفان چطور بود؟ حالا تریپ چیه؟ تریپ بچه ها یه سفر رفت و برگشت همراه با یه فعالیت مثلا شما میری تهران یه کاری انجام میدی برمیگردی به این میگن یه تریپ میری میای یه کارم انجام میدی بهش میگن تریپ حالا اون هدف ممکنه مثلا تفری باشه ممکنه یه کار باشه مثلا بیزنس باشه مثلا میگی I'm going on a business trip next week I'm going on a business trip next week ما برای همه این سه تا کلمه یعنی travel journey و trip از کلمه سفر استفاده میکنیم ولی تو انگلیسی تفاوتاش خیلی مهمه بچه ها اینا رو باید دقت بکنه Daniel's school is organizing a skiing trip Daniel's school is organizing a skiing trip. یعنی یه سفره که میخوان برن یه جایی مثلا برن کوه آلپ اسکی انجام بدن برگردن. میرن یه کار انجام میدن برمیگردن. پس اینو بهش میگن trip. یه کلمه هم داریم voyage. voyage. این کلمه برای سفرهای طولانی دریایی هست. حرف اضافه همه اینا آن هست. on a journey, on a trip on a voyage. خب این از تمام آنچه که در کتاب Practical English Usage درباره تفاوت های کلمات travel, trip, journey و voyage گفته شده بود. بریم سراغ درس کتاب خودمون collocations in use travel arrangements اولین عبارتیه که ما از این درس یاد میگیریم یعنی مقدمات سفر have you made your travel arrangements for the conference yet have you made your travel arrangements for the conference yet مقدمات سفرت برای کنفرانس رو انجام دادی؟ مشابه عبارت بعدی و ما تو فارسی هم داریم. آژانس مسافرتی. Travel agent. Travel agent. If you want a good travel agent, I recommend that company. If you want a good travel agent, I recommend that company. اگه یه آژانس مسافرتی خوب میخوای اون کمپانی رو بهت پیشنهاد میکنم اون شرکت رو بهت پیشنهاد میکنم خب بچه اگه یادتون باشه اول ویدیو گفتم که travel یه کلمه عام است، به معنای سفر رفتن مسافرت کردن بنابراین با کلمه بیزنس هم میتونه کنار هم بیاد یعنی همونطور که میتونیم بگیم business trip I was on a business trip میتونید بگید they specialize in business travel they specialize in business travel یعنی تخصصشون توی سفرهای کاری هست They specialize in business travel حالا اگه بخوای بگی سفرهای کاری رو تسهیل میکنن اینجا بهتره از تریپ استفاده بکنی چون که دارن بهت کمک میکنن که بری سفر رو یه کاری رو انجام بدی و بعد برگردی میگی They facilitate business trips They facilitate business trips سفرهای کاری رو تسهیل میکنند بچه خیلی براتون پیش اومده که مثلا یه سفر یه روزه رفتید شمال رو برگشتید یا مثلا یه سفر یه روزه رفتی چه میدونم توی روستاهای اطراف شهرتون رو برگشتید یا اگر توی روستا زندگی میکنید یه سفر یه روزه رفتی توی شهر رو برگشتی به این میگن دی تریپ دیت تریپ I suggest we take a day trip to London I suggest we take a day trip to London یعنی پیشنهاد میکنم یه سفر یه روزه بریم لندن رو برگردیم I suggest we take a day trip to Tehran. یه سفر یه روزه بریم تهران رو برگردیم. Day trip. To take a day trip. همینطور میتونیم بگیم to take a boat trip. To take a boat trip. یعنی یه سفر با قایق بریم یه جایی. مثلا میخوای از بندر عباس بری کیش. میگی let's take a boat trip to Kish Island. Let's take a boat trip to Kish Island. سفر به سلامت هم اگه خواستید به کسی بگید safe journey. Safe journey. اگه البته سفرشون دریایی بود میتونید بگید بون bon یا بون bon بچه بچا اگه سفرتون خسته کننده باشه میتونید بگید it was a tiring journey how was your journey that was a tiring journey that was a tiring journey یه سفر خیلی خسته کننده بود خسته شدم سفر برگشت رو بهش میگن return journey سفر رفت رو بهش میگن outward journey i hope my return journey is better than my outward journey امیدوارم که سفر برگشتم از سفر رفتم بهتر باشه بچه اگه سفرتون جوری باشه که برید و یه شب اونجا بمونید هر جایی که هست میخواید برید به این میگن overnight trip overnight trip دی trip یادتونه که داشتیم day trip to take a day trip یعنی یه روزه بری جایی برگردی ولی overnight trip میری یه شب میمونی بعد برمیگردی overnight journey هم داریم یه شب میری میمونی برمیگردی خب قسمت بعد یه سری عبارت خیلی جالب داره که مخصوص سفرهای هواییه مثلا شما وقتی سوار هواپیما میشید به اون چه میدونم اسکرین جلوتون صفحه تلویزیون جلوتون فیلمایی که بهتون نشون میده به این میگن این فلایت انترتینمنت این فلایت انترتینمنت This airline offers excellent in entertainment یعنی این شرکت هواپیمایی امکانات تفریحی خیلی خوبی ارائه میکنه حالا منظور اون از اون امکانات رفاهی یا تفریح همون صفحه جلوی صندلیتون هست یا پشت صندلی صفحه نفر پشت صفحه پشت صندلی جلوتون آقا همین وقتی میشینی دیگه خودتون میدونید چیه دیگه میشینی یه صفحه جلو دیگه بگذاریم اگه اون ایرلاین بخواد حال بده به مسافرهای مجله هم بهشون میده میگن این فلایت ماجزن، این فلایت ماجزن، مجله که توی سفر در حین پرواز میان میدن به مسافر. The این flight magazine includes maps and information about major airports. یعنی مجله که توی هواپیمای هینه پرواز بهتون میدن شامل نقشه و اطلاعاتی درباره فرودگاهای بزرگ، major airports، فرودگاهی اصلی یا بزرگ. عبارت بعدی هم که دیگه همه بلدید دیگه fasten your seat belts. fasten your seat belts این fasten نیستا fasten your seat belts یعنی کمربنداتون رو ببندید یه عبارت دیگه هم هست که معمولا زبان آموزا اشتباه استفاده میکنن سوار ما شدن مثلا میخوای بگی به موقع سوار هواپیما شدن باید بگی they boarded the plane on time they boarded the plane on time they got on the plane و اینجور چیزا نگید they boarded the plane Each half of the Neither they boarded the plane on time. We boarded the plane on time. We will board the plane on time. I was about to miss my connecting flight in Amsterdam. I was about to miss my connecting flight in London. Connecting flight. بچه‌ها به پرواز میگن که مثلا شما میرید از تهران به استانبول، از استانبول می‌ری لندن. به این در واقع میگن connecting flight. Connecting flight. یعنی شما رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه ای وصل میکنه I was about to miss my connecting flight یعنی نزدیک بود که پرواز فارسیش دقیقا نمیدونم چی میشه تو فارسی مثلا میتونید بگید نزدیک بود پرواز دومم رو از دست بدم I was about to miss my connecting flight Do you normally prefer an aisle seat or a window seat? دوست داری کنار پنجره بشینی تو هواپیما یا اون وسط که راه رو هست به این میگن aisle seat aisle seat اسش تلفظ نمیشه window seat, aisle seat میخوای بگی پرواز آرامی خواهیم داشت از چه کلمه استفاده میکنی؟ We will have a smooth flight We will have a smooth flight آرام از کام استفاده نمی کنید We will have a smooth flight خب بریم سراغ قسمت بعدی درس که درباره محل اقامت هست Accommodation Accommodation یعنی محل اقامت We stayed in a small family run hotel یعنی توی هتل کوچولو که توسط یه خانواده اداره می شد موندیم we stayed in a small family run hotel بچه این family و ران بینش یه دونه خط فاصله اومده وقتی توی انگلیسی دو تا کلمه رو با خط فاصله به هم وصل میکنن این معمولا حالت صفتی پیدا میکنه مثلا میگیم family run hotel یا مثلا عبارت بعدی که معرفی کرده run down hotel run down hotel یه خط فاصله هم بینشه run down hotel یعنی هتل خیلی داغون در و داغون This was a rather run-down hotel. یعنی هتل نسبتاً داغونی بود. I can't afford to stay in smart hotels. I can't afford to stay in smart hotels. وقتی میگیم I can't afford to do something یعنی پولش رو ندارم. نمیتونم پولش رو تعمین بکنم. ندارم که برم توی هتل شیک و با کلاس بمونم. Smart hotel اینجا یعنی هتل خیلی شیک و با کلاس. البته بعضی جا بچه ها smart hotel به معنای هتلی هست که مثلا از تکنولوژی های نوین استفاده میکنه برای مثلا مصرف بهینه انرژی یا مثلا اینترنتی همه چی I always have to look for budget accommodation budget accommodation یعنی چی؟ accommodation که گفتم یعنی محل اقامت budget یعنی بودجه همون بودجه خودمون budget budget accommodation یعنی محل اقامت با هزینه پایین تعاونی یه جورای تعاونی خودمون I would advise you to make a reservation before you go I would advise you to make a reservation before you go. به توصیه میکنم که قبل از اینکه بری هتل رو رزرو کنی. Make a reservation before you go. These hotels could get fully booked very quickly. These hotels could get fully booked very quickly. یعنی yani هتل خیلی سریع پر میشه. I would advise you to make a reservation before you go. بنابراین به توصیه میکنم که قبل از اینکه بری حتما رزرو بکنی خب بچه ها اینم از درس امروز یادتون نره که تمرین کتاب رو که در صفحه 33 کتاب کالوکیشنز نیوز هستن رو همین الان همین الان همین الان, همین الان. عقب نندازی همین الان برو انجام بده دمت گرم تا ویدیو بعدی